равзанаи трансфери зимистона дар айни чӯ хурӯш аст ва ин маънӯро дорад ки моро боз як қатор трансферҳои шавқвар интизоранд. Дар ҳоле ки топ дастаҳои аврупоӣ барои пурқувват кардани ҳаяти худ футболбозони нав кофта истодаанд, канали майдон тиҷи оиди он нақл мекунад ки кадом ҳимоятгар бепул ба барселона меояд, барои чӣ мухлисони месси нисбати ес спортс норозигӣ баён карданд ва чаро ояндаи реал дар ин мавсим зери хатар аст. ولی پیش از سر کردن میخوام دانش فوتبالی شما رو بسنجم. در کامنتر نویسید که این آواز کدام فوتبال باز است. No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. با سوال گذشته مو اولین شده روشن فیضلوی جواب درست داده بود. و چون همیشه باید خاطر رسون کنیم که دوستان ما از ایکس با پروموکد میدان برای همه تا $100 بونوس آماده کردند. اکنون تماشای بازی‌های دوست‌داشته‌تون باز هم جالب‌تر می‌گردد. زیرا برای رقابت‌ها همیشه کوفیسیانت‌های بالان پیشنهاد کرده می‌شود. سلکای بازی در کامنتاریا. ژورنالیست مشهور ایتالیایی فابریتسیو رامانو که قریب همه خبرهایش راست می‌برایند، در توییتر خود می‌نویسد که حمایت‌گر منچستر سیتی اریک گارسیا برای گذشتن با بارسلونا روزگی خود را داد. طبق معلومات حمایت‌گر اسپانی پس از به انجام رسانیدن شرط‌نامه‌اش با سیتی، یعنی توبیسون، به دسته کاتالونی گزارش می‌کند. پپ گواردیولا چندین مرتبه کوشش کرد تا گارسیا را برای موندن در دسته راضی کند، اما حمایت‌گر به خلاصه آمد که دسته را ترک کند، زیرا اینجا کم به میدان می‌برآید. همینطور اریک به پول به بارسا می‌رود. طرف‌ها خواستند که 22 ژانویه شرط‌نامه پیشکی به امضا رسانند، اما این کار را کرده نتوانستند، زیرا آن حال بارسلونا پرزیدنت ندارد و انتخابات ماه مارس گذرانده می‌شود. خبر داده می‌شود که گارسیا شرط‌نامه 5 ساله می‌بندد. موضوع حالا معلوم نیست. اریک عوض کننده سامیل اومتیتی خواهد بود، زیرا با احتمال زیاد توبیسون دسته کاتالونی را ترک خواهد کرد. قریب یک ماه می‌شود که نشریه‌های گوناگون حیات بهترین سال 2020 را از روی آوازهای مخلصان معین کرده، وریانت‌های خود را پیشنهاد کرده ایستادند. شرکت ای اسپورتس که هر سال بازی فیفا را می‌برارد، در کنار نماند و حیات رمزی سال گذشته را چند روز پیش نشر نمود. حیاتی که ایه پیشنهاد کرد از ورسیه های نشریه های دیگر فرقیت کلان ندارد، اما نبودن لیو میسی در خط حمله بسیار از مخلصان رو حیران کرد و آنها با ایه ناراضگی خود رو بیان کردند. به هر حال اینجا عیبی تشکیلات نیست، زیرا حیات رو از روی آوازهای مخلصان معین میکنند. برای مثال در انتخاب بهترین های سال 2020 مخلصان از 185 کشور دنیا که شماره عمومیشان به 10 میلیون نفر رسید اشتیاق کردند. خود رسان میکنیم که میسی اولین بار پس از سال 2009 به حیات بهترین سال از ای اسپورتس داخل نشد. شاهکارشون است که سال گذشته رقیب اساسی او کریستیانو رونالدو به قطار بهترین های ای اسپورتس شامل نگردیده بود، اما امسال حالات برعکس شد. در موقع مسی مخلصان امباپه رو انتخاب کردند. دوستان، با فکر شما مسی ارزنده است که به جای کلیان به حیات بهترین سال داخل کرده شود؟ حتما فکر خود رو در کامنتری نویسید. تا انجام یابی موسم 2020-2021 هلو وقت زیاد است، اما اون رو برای ریال موسم خوب نامیدن درست نیست. مادریدی ها در یک هفته دو بازی پای هم شکست خوردند و از دو مسابقه محروم شدند. در اول اتلتیک بیلباو در پلوفینال سپرجوم اسپانیا ریال رو شکست داد، بعدن دسته الکویانو از دیویزیون سیوم این کشور در جام اسپانیا شاگردان زیدان رو شرمندور به خونه اشان روان کرد. طبق معلومات ژورنالیست نشریه مارکا خوسه فلیکس دیاس، مناسبت زیندین زن با یک قطار فوتبالبازان دسته خوب نیست. در دسته یک قطار پرابلم او هستند و اونو از اون شهادت میدهد که دوره زیدان در ریال به انجام رسیده است. او فکر خود را به فوتبالبازان فهمودن نمیتواند. یک قطار فوتبالبازان دسته پس از بازی با الکویانو به من گفتند که زیدان قریب دو ماه میشود با اونو صحبت نکرده است. ترینر با اونو عموماً اهمیت نمیدهد. مخلصان دسته به اون باوری دارند که به ریال ترینر نو و فعالنوکی در بازار ترانسفری ضرور است تا دسته حیات خود را جمع کند. پس از دو بازی بی‌برور و با کروناویروس گرفتار شدن زیندین زیدان ریال در لالیگا آلاویس را ترمر کرد و با دروازه این دسته 4 گل زد. حتی آزار که گل اخیر خود را در دسته شونا 100 سال پیش به هدف رسانیده بود مؤلف گل شد. یعنی فوتبالبازان ریال در نبودن زیدان خود را بهتر حس کرده ایستادند، هرچند که برای خلاصه عنیق برآوردن حالا بر وقت است. با هر حال به غلبه مادریدی ها نگاه نکرده حالت داخلی دسته خیلی هم بد است. با چنین هنررمایی ریال نمیتواند برای جایزه ها مبارزه برد، زیرا چی طوره که خودتان شاهد بودید شاگردان زیدان با یک عذاب از مرحله گروهی لیگ چمپیونو برآمدند و این نوع بسته از آن است که آنها در گروه جای اول را اشغال نمودند. از موفقیت تا بی‌براری ها و از خارج کردن زیدان تا در دسته باقی ماندن او همگی یک قدم بود، اما ضد ریال بروسیا مونخنگلادباخ بازی کرد. در پلی آف دسته های نسبتا پرقوت عنیق ریال رو برای چنین خطاگیهای دغلش نمیبخشند. بنابراین پرزیدنت دسته فلورنتینو پیرز باید هر چه زودتر چارههای ضروری رو اندیشد. شما در این باره چی فکر دارید؟ برای بهتر شدن دسته شونا چی پیشنهاد میکنید؟ حتما فکر خود رو در کامنتری نویسید.
از قدیم الایام طبابت با گیاهو یکی از بهترین راههای برطرف ساختن بیماری ها بود و اکنون شما امکان دارید که اونها رو در شکل حاضر زمان و با نرخ دسترس خریداری کنید. شرکتی از یمارکت بهترین داروهای گیاهی رو برای وزگیری، موی سر و ریش براری و قوت کردن مردانگی و دوای دیگر بیماری ها پیشکش شما میکند. داروها رو با شما رایگان دسترس میکنند و اگر از نام کانال ما مراجعه کنید با شما تخفیف کلان کرده میشود.